درود بر بینندگان تلویزیون مردم، مردم تیوی در سراسر جهان. من فرزین مینویی هستم، روزای چهارشنبه به وقت واشنگتن از ساعت 5 تا 6 در خدمت شما عزیزان هستم و امروز که این برنامه رو خدمتتون تقدیم میکنم روز چهارشنبه 5 سپتامبر 2016 و برابرش با 14 مهر 2575 هخامنشی و برابرش با 3 محرم 1439. از بیده که درست بگم اشتباه نکنم تو ماه محرم معامله ما حفظ نمی کنیم 1438 اول 3 محرم سال 1438. در ماهای عربی، خب ماهای عربی به تنین تاریخ تاریخ ایرانیه، نه که من چون ایرانی هم اینه میگم ها، واقعا این مقایس کنیم به تنین تاریخ تاریخ ایرانه. تاریخ عربی یکی از بدترین تاریخ هاست. من همه تاریخ هایی که نمیدونم بگم چطوریه که، ولی بین اونایی که من میشناسم بدترینه. ببینید، اولا روزهای سال از گردش ماه معلوم میشه. البته اونا اون زمانی که اینو میدونن اصلا متوجه گردش ماه، ما به دور زمین میچرخه، یه موقع روش به خورشید پشتش به ماست، یه موقع یه جوری هست که ما نصفش میبینیم، یه موقع یه جوری که ما همش میبینیم، اصلا اینا رو نمیفهمیدن. فقط فکر میکنن که یه ماه و یه خورشیدی هست و الو بله چی بود اون خبر؟ من شما با اکتوبر بله این دلیلی میشه که خود عربان دیگه تاریخ شده چیز نمی کنند این جمع رایت کنند. شما گفتید الان این خبری از عربستان یه چیز گفتید من یه رزم نفهم نه یه رزم الو بله بله خیلی متشکرم از جناب سوربی که من اصلا کردم امروز بله امروز 5 اکتبر 2016 است. 5 اکتبر یعنی اکتبر ماه دهمه. ببینید همین بدی تاریخ، میگم تاریخ ایرانی بهترین تاریخه. الو بله بله بسیار عالی خبر بود. مرسی تشکر سپاس گذارم مرسی خواهش میکنم. بله پس همونطوری که جناب صحبی فرموده تاریخ عربستان سعودی دارن صحبت میکنن که از این بعد تاریخ میلادی رو به کار برن و منطقشون هم ببینید چقدر گدوها نهایت پول دارتره گدوهای منطقشون هم که چون در 12 ماه 12 بار به مردم حقوق میدن 10 روز ضرر میکنن، یعنی اگر 365 روز باشه در نتیجه 10 روز هم میفته تو اون کمتر 1/3 حقوق کمتر میدن در ماه، یعنی اون 10 روز میشه 1/3 ماه دیگه کمتر میدن. و حالا من یه دوستی دارم، دوستان زیادی دارم که باهایی هم. یکیشون میگفته که یه قرار بود یه صندوق مثلا بهایی یه چیزی از حقوق و من ماهیانه این چیز بردارن، دیدم در یه ماهی دوتا برداشتن. زنگ زدم گفتم شما چرا مثلا در ماه فرض کنیم که آگست دوتا برداشتی یه ماه هنو گفتم های حواست نیست ماه بهایی 19 ماهه، یعنی در سال 19 ماه وجود داره و هر ماهی 19 روز، پس بنابراین هر 19 روز یک ماهه، پس بنابراین از اول ماه یه دور برداشتیم 19 ماه یک دیگه برداشتیم چون ماه بعدی شروع میشه.
اونم اونجوری دیگه 19 ماه که اگه میخواد قسط بگیرن از مؤمنان بایی تعدادی که به جایی که 12 تا بگیرن 19 تا بگیرن. ببینید من الان لحظه پیش گفتم که بهترین تقویم تقویم ایرانیش تا جایی که من میشناسم، شاید اگه از ایرانی تقویم بهتری باشه من نشناسم. ببین مثلا به عنوان مثال همین ماه اکتبر که الان هستیم، خب اکتبر ماه دهم ساله، بعدش نوامبر ماه 11، بعدش دسامبر ماه 12 سال تموم میشه دیگه. ولی اکتو یعنی چی؟ اکتوپوت یعنی چی؟ به عربی میگه اختاپوس. اختاپوس یعنی چی؟ یعنی هشت پا. اکت اصولا در زبان لاتین به معنی هشته. اکتوبر یعنی هشتمین. نوامبر یعنی نهمین. دیسمبر یعنی دهمین. در حالی که ماه هایی که حساب کنیم اکتبر دهمه، نوامبر یازدهمه، دیسمبر دوازدهمه. همین یک اشکالش همین. اشکال دیگه این که سالشون آغاز و پایان سالشون و ماه هاشون با طبیعت هماهنگی نداره، همخوانی نداره با طبیعت. ما توی سوئد بودیم، همه جای دنیا از این چیز میگن هورسکوپ، میگن دیگه، میگن پیشبینی. مثلا از فلان میگن تولد دیگه، مثلا از این تاریخ این ماه هست تا اون تاریخ و ماه دیگه تاله اینه، مثلا تاله مثلا فرض کنیم تو عقرب ماه و سرنوشت اینطوری در اینجا اینجوری میشه اینجوری میشه اینجوری میشه. حالا اون از فرض کنیم که مثلا ماه بیستومه، فرق کنم بیستومه، مثلا میگه بیستومه دسامبر تا مثلا بیست و یکمه مثلا ماه بعد. خب اینو میگن حالا تتر سرنوشت شما اینه. ما توی سوئد که بودیم به ایرانی ها زیاد اون موقع میخواستن مثلا این نشون بودن به اون هم کنم ببین این که نوشته از بیستومه دسامبر تا بیست و یکمه ماه بعد میشه اول ماه ایرانی تا آخر ماه ایرانی، یعنی این شما میخونید از ماه ایرانی دارید میخونید. البته سوئدیا خب باورشون نمیشه دیگه، فکر میکنم ما تقلب میکنیم. من به بچه هم گفتیم میگیم نگید، ولی یه چیزی که میگید که باورشون نمیشه فکر میکنم ما خودنمایی علکی میکنیم. خب چرا میگید؟ اگه اونایی که دانشمندن میدونن، اطلاعات دارن، تحقیق کردن، خودشون میفهمن. اونایی که نمیفهمن شما هر چی بگید بازم فایده نداره، با ترجمه میتونیم امکان، یعنی تو حالا دیگه خودت تا از ایران اومدی اما بالاتری، تقویم ما بهتره. ولی تقویم ایرانی بهترین تقویمه از راز شروع و ماها از اول بهار شروع میشه، درست زمانی که روز و شب با هم مساویان و آغاز بزرگ شدن روزه، و تا آخر بهار که بزرگترین روز ساله، و بعد شروع میکنه روزا کوتاه شدن تا میرسیم به اول پاییز که روز و شب مساوی هست ولی آغاز کوتاه شدن روزه، میرسیم به شب اول زمستان که بزرگترین شب سال و کوتاه‌ترین روز ساله، و از اون به بعد دوباره روزها در حال بزرگ شدن، طولانی در شدنه. پس بنابراین یه چیز قشنگ و زیباییست و ماها منظمه، 6 ماه از سال 31 روزه، بعد همه ماها 30 روزه، بعد آخرین ماه یعنی 6 ماه 31 روزه، 5 ماه 30 روزه، اون ماه آخر یا 29 روزه یا 30 روزه، اون بستگی داره که سال کبیسه باشه. هر سالی 4 ساعت تعداد ساعت هر سال 365 روز و چند ساعته، اون ساعت ها که مهم جمع میشه یه دفعه میشه 366 روز. وقتی میشه 366 روز در نتیجه سال کبیسه میشه، یه روز اضافه داره. حالا ماه عرب ها که خب میدونید از روی حرکت ماه و اصولا نه که عرب ها، ما ایرانی ها و هیچ قومی در آن زمان نمیدونستن که این ماه یه قمری هست که به دور زمین میچرخه و نوری که داره میگیره از خورشید میگیره و اون قسم و چون حرکت میکنه دور زمین میچرخه، گاهی وقتا بین زمین و خورشید قرار میگیره، همش تاریکه. بین وقت بعد وقتا زمین بین ماه و خورشید در نشه، ماه همش رو به خورشیده و همش طولانیه و
به این شکل اینا رو که نمیدونستن، فقط میدونن ماه یک باریکه نازک اومد بیرون، گفتن این اول ماه، اول ماه اینکه این باریکه نازک بیاد بیرون، تا هی دوباره ماه بزرگ میشه، بزرگ میشه، چهارده ماه بزرگ کامل میشه، دوباره کوچیک میشه، کوچیک میشه، روز آخر ماه اصلا دیگه دیده نمیشه، تا دوباره هلال باریکی به دست بیاد. این رو ماه رو از روی میسنجید بدنشه، اسمای ماهاشون میبینیم، مثلا میگن ربیع الاول، ربیع الثانی، ربیع یعنی بهار، به عربی ربیع یعنی بهار، ربیع الاول یعنی ماه اول بهار، ربیع الثانی یعنی ماه دوم بهار. خب در حالی که این ربیع الاول چون نیست، سالی ده روز اختلاف داره، میچرخه دیگه، هی میاد، مثلا فرق کنیم اگر اول ماه واقعا این ماه اول بهار بوده و ماه دوم بوده بهار بوده، حالا میاد یه ذره از زمستون هم توشه، حالا میاد میبینی 20 روزش از زمستون در گذشته بهاره، سال بعد میبینی این ماه ربیع الاول اصلا آخرین ماه زمستونه، اون یکی ماه اوله. همینطور میره یه وقت میبینی این ماه مثلا پاییز و تابستون میگیم ربیع الاول ربیع الثانی، یا جماد الاول جماد الثانی. جماد یعنی خب منجمد دیگه، یعنی یخزدگی، یعنی سرد. جماد الاول یعنی ماه اول یخبندان، جماد الثانی یعنی ماه دوم یخبندان. حالا فکرش بود اینه اگه مثلا وسط تابستون باشه به این ماه اول یخبندان، ماه دوم یخبندان، چه خنده دار میشه. حالا اول ماه، اول سال به اصطلاح هجری قمری، اول محرم، محرم میدونی چرا اول ماه محرم رو اول سال میگرفتن و جشن میگرفتن و شادی میکردن؟ برای که محرم یعنی ماهی که همدیگه رو نکشیم، میدونی؟ چون همه ماه ها اینا همدیگه رو حمله میکردن، چند تا ماه داشتن که تو اون ماه ها حمله نمیکردن، میدونی یعنی چی؟ یعنی عرب ها هر وقت مثلا 20 نفر بودن میفهمیدن که اون طرف اونجا 10 نفره، میرفتن حمله میکردن، میکشتن، غارت میکردن، هواشون رو میگرفتن. در نتیجه همیشه در حال جنگ و دفاع بودن و کشته شدن یه چیز معمولی بود. اینا قرار گذاشتن که گفتن بیاید آقا چند ماه قرار بدیم تو این ماه دیگه هم دیگر نکشیم. یکی از اون ماه ها ماه محرم بود، محرم الحرام میگفتن. این محرم الحرام فکر نکنید به خاطر امام حسین ما اومده، بلکه نه، این در این ماه یعنی در این ماه جنگ حرام است. توی قرآن یک آیه ای هست علاوه نفس نیستم که کجا بود، میگه که سوره توبه است، سوره توبه است، میگه که ماهای حرام که تمام شد به هر کافر رسید بکشش. یعنی اونجا اینو رعایت کرده، گفته توی ماهای حرام نکش، ماهای حرام که تمام شد به هر کافر رسید گردنشو بزن. شاید 50 بار در قرآن گفته بکشی، جایی هم گفته که قطر رو فی سبیل الله افواجن، یعنی گروه گروه در راه خدا بودیم. من این چه خدایی که باید درباره در راهش کشت؟ الان این داعشی ها در راه خدا مرتب آدم کشی میکنن. من پدرم اهل قزوین بود و خودم هم چندین سال از عمرم رو توی قزوین زندگی کردیم. در قزوین یه ضرب المثلی داشتن، چی داشتن؟ میگفتن در شازده حسین سه تا رو بکشتن، گر ما میشدیم ما رو بکشتن. یعنی توی شازده حسین سه نفر رو کشتن، اگه ما بودیم اونجا ما رو میکشتن. حالا اگر داعشی ها دستشون به ما میرسید ما رو میکشتن. بلکه منطقی نیست که اگه تو میگی آقا محرم سال عربی سال خوبی نیست، بلکه هی عوض میشه، هی پلا میشه، اونا میگن تو گفتی ماه عربی خوب نیست، یعنی ماه اسلامی خوب نیست، پس تو باید بکشیم. یعنی جواب نمیتونم بدن که نه بابا تو اشتباه میکنی، بیا بگم نه، بیا بهت میگم ماه خوبه، تو اشتباه کردی، نفهمیدی. مثلا مثال بزنم براتون، من همیشه از اول بچگیم تا حالا فکر کردم که امام زمان سوار اسب میشه با شمشیر، بعد فکر میگن خب این همه تانک و هواپیما و موشک و سلاح‌های اتمی با شمشیر بند خدا میخواد چیکار کنه؟ نمیدونستم دیگه، نادان بودم. همین دو سه ماه پیش در همین تابستانی که بودش، آقای مکارم شیرازی گفتن امام زمان بر ابر فشرده‌ای سوار است و در فضا حرکت میکنه
و صدای شبیه رعد پخش میکنه که همه میشون. خب همه این چیزایی که بود که من عقلم نمیرسیده. من فکر میکردم اون زمان سوار اسب میشه، این میگه سوار ابر فشرده میشه. من فکر میکردم ابر یعنی بخار، آب فشردهش بکنی آب میشه. معلومش که نه، من اشتباه کردم، ابر رو فشرده کنی سفینه میشه، امام زمان سوار اون میشه. من فکر میکردم که خارج از جو زمین یعنی در فضا اصلا صدای وجود نداره، چون چیزی برای انتقالش وجود نداره. فهمیدم که اشتباه کردم، در اونجا یک صدای وجود میاره که تمام جهان میشنون اون صدا. خب اینا این چیزایی که آدم نمیدونه دیگه، یا شاید میفهم. حالا تاریخ ایرانی قبلا ماهاش اینطوری بود، حمل و ثور و جوزا، نمیدونم سرطان و عقرب و سنبل و قوس و میزان و اینجوری، این اسما بود، اسما حیوانات بود، اسمایی مثلا فرض کنیم که گیاهان بود اینا بود. در زمان رضا شاه این ماها رو اسماش ایرانی کردن، اسمای ایرانی اوستایی گذاشتن، یعنی فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند. و اینا هر کدوم یک معنی در اون چیزای اوستایی داره. و چون در تاریخ قبلی روزهای سال هر کدوم اسم داره، مثلا فرض کنید که الان که تو ماه مهرین، این ماه مهر 30 روزه، 30 تا هر روزش یک اسمی داره. 12 تا از این روزا به اسم 12 ماهه. پس 12 تاش اسمش فروردین رو بهش خدا تا آخر خواهد بود. پس 18 تاش جزء اسمای ماه نیست، اسمای دیگه ای داره. حالا پس بنابراین در هر ماهی یکی از روزاش اسمش با اون ماه یکی میشه. مثلا فرض کنیم که در مهر ماه روز 16 مهر ماه اسمش مهر روزه. پس چون اسمش مهر روزه، در ماه مهره جشن میگرفتن. مثلا در بهمن دومین روز بهمن اسمش بهمن روزه، پس بنابراین دوم بهمن رو جشن میگرفتن. یعنی فکر نکنید همیشه 15 جشن میگرفتن، نه، بعد اتفاق میفتاد که یک روزای دیگر رو. و در هر ماه یک جشن داشتن، و بعد جشن نوروز هم داشتن، جشن صدر هم داشتن. همین زندگی جشن بود. میدونی برای چی؟ برای که باورهای زردوش، حالا من تایدم نرده نامه آقا رنجیده در بیش رنجیده رو خواهم، چون که برنامه زردوش، آیین زردوش، باورهای زردوشی، من نمیگم این باورها از خدا اومده، از آسمون اومده، هیچ باوری از آسمون نیومده، هیچ کتاب آسمانی از آسمون نیومده. اینا اسمش میدن آسمانی، کدوم کتاب از آسمون بیاد؟ اگه از آسمون بخواد برای من مثلا من یک کتاب بیاد، خب به فارسی میان، نه به عربی. طبعاً 99 نمیدونم دقیق بگم چقدر، 99% مردم ایران عربی نمیتونن بخونن. پس اگه بنا بود کتاب آسمانی اثر خدا برای مردم ایران بیاد، به فارسی میامد که بتونه مردم بخونن. کتابی که بیاد که مردم نتونن بخونن برای چی اومده؟ کتاب برای اینکه بدون زیر پا و قدم و نرسیم بریم پرده رو بلند کنی؟ یا کتاب برای این اومده که مثلا فرق کنیم که لیوانمون رو روش بذاریم؟ یا کتاب برای اومده که باز بزنیم خودمون؟ کتاب برای این اومده که بخونیم و بفهمیم. اگر کتابی رو به یک زبان میاد که من نتونم بخونم و بفهمم، برای چی اومده اصلا؟ حالا برم نامی آقای رنجبر بخونم ببینم چقدر وقت داریم. یه مقاله سلمان آقای دکتر اسماعیل نوری الان میخواستم از روش بخونم که مربوط به مسائل روزه، میذارم بر بعد، نمیذارم ببینم فرصت چطور میشه. من آقای رنجبر دو تا نامه نوشتن به آقای سوربی و منم گروه نوشتش رو دریافت کردم و این دوتا رو فکر کنم یکیش رو خوندم براتون، من یکی دیگه شما رو میخونم. نه این که مجری این رو بدونی کنون متاسفانه خیلی ریزه. ببینید اینطوری ریزه، ببینید من مقایسه کنم، ببینید فرض کنید که این چاپ روزنامه، این اینه در مقایسه کنید، ببینید ریزیش حتما متوجه میشید. مثلا من یک مقداری در حین پرینت کردن
یک تیکایی از آغاز هر خط افتاده، ولی من سعی میکنم اونا توی ذهن خودم کاملش کنم. بازم ممنون کاکو سوربی عزیز. متانت این مرد شریف مثال زدنی. سعی میکنم از نیمه دسامبر به بعد تماس بگیرم و در برنامه ایشان شرکت کنم. از آقای نیمویی که بنده را رهین منت خود نموده و این نامه را قرائت کردن حتما سپاسگزارم. دیگه یک نیاز قطعی می شمارند و با بنانهادن و با بنانهادن این که آسمان به ماورا طبیعه نیاز دارد این کبرا را که پس از انسان به دین نیاز دارد از دل آن بیرون می کشد. این سخرا و کبرا چیدن جهان بینی دینی خوانده می شود و درد ما نیز از همین جا شروع می شود. اگر پاسخ آری باشد، یعنی ما خالق و مخلوق را از هم جدا کرده و در نتیجه به جهانبینی دینی میرسیم. چرا جهانبینی دینی؟ چون هیچ خالق از جنس این مخلوق است، چون که خالق از جنس این مخلوق است، پس جدا کردن خالق و مخلوق که معنا ندارد. ولی اگر خالق از مخلوق جداست، پس آن خالق چیست؟ جواب این سوال دادن فقط و فقط ورود به علم هفروت در ادبیات فارسی عرفان بوده است و بس. دین جانبینی ارسطو حاوی خالق و مخلوق چنان در هم تنیده شده مثل تار و پود قالی که جدا ساختن تار از پود به کلی نظام ساختاری آن قالی را به هم میزنند، در صورت که جدا ساختن اصلا بر در صورت جدا ساختن اصلا قالی وجود نخواهد داشت. باز هم میابیم تا آنجا پیش میرویم که مثل مولانا، حافظ، عطار هم این جهان را پست و ناچیز میشمارید و هم کمال مطلوب را در وارد شدن به آن معشوق و معبود ناله و زجه سر میدهیم و در این میان یک صنف روحانی فرق نمی کنه روحانی زردشتی، مسیحی یا بیا نسخه من طریقت و صوفیگری را اجرا کن و بهتر به آن خالق وصف شوی. بیا نتیجه من نماز 17 رکعت در شبانه روز، روزه تابستان 14 ساعت، هیچ حج و شترکشی بازیش که خالق از خزانه غیب هستی را نیستی عدم به هست آورده. سعدی میگوید از خدایی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری. کدام خزانه غیب؟ بسیار جالب، خیلی ممنون. من خیلی خوشحال میشم از بحثای آقای رنجبر، ولی خب من حقیقتش چون دارم توی یه تلویزیونی میرم که اون تلویزیون میره ایران و ساتلایتی داره میره ایران، با یه مقدار من باید اونجا کمک بکنم بر اون تلویزیون که میرم، ممکنه که مثلا برنامه مردم تیوی من قطع بشه، برای که به اون دلیلی که گفتم، به دلیل دشواری های مالی. حالا نمیدونم تا اون موقعی که آقای رنجبر میخوان بیان، امیدوارم که من اینجا باشم. ببین من شاید حرفامو برای آقای رنجبر گفتم خوب نگفتم، شاید من بیانم خوب نبوده، اگه بیانم خوب نبوده اصلاح میدم. ببینید من در یکی از مقاله هام، در یکی گفته ها، گفتار هام، خب طبیعی که من وقتی توی مثلا راه زندگی مجلید که در لس آنجلس چاپ میشه، خانم پری عباسلطی و آقای حسینی میرهاشم اینا اداره میکنن
خانم عباسانتی از وقتی دانشجو بود خبرنگار بود و بعد که معلم شد بازم خبرنگار بود. بعد یه دفعه میخواست از سر دبیرستان بره یه گزارشی راجع به مسافرت شاه یا شهبانو تهیه کنه، به مدیر مدرسه گفتش که من باید برم این گزارش تهیه کنم، چون که خبرنگار اطلاعات بانوا بود. مدیر مدرسه گفت نه حق نداری بری، اگه بری دیگه نیا. گفت باشه من میرم دیگه نمیام. یعنی کار دبیری که یک حقوق ثابتی میگرفت رها کرد و رفت دنبال روزنامه‌نگاری. عشق به روزنامه‌نگاری اینچنان در وجودش بود. رفت بالا 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 بالا، رفت با خانم اشرف پهلوی ملاقات کرد. وقتی میخواست با خانم اشرف پهلوی بره ملاقات کنه، بهش گفتن این خانم اشرف پهلوی خیلی خیلی چیز عجیب غریبی، مواظب با خودش باید حرف میزنی، خیلی مواظب باش، خیلی چیز کن، یه وقت برات بد میشه، خطرناک فلان، اینجوری بهش صحبت کرد. این خودشو در خاطراتش نوشته رو رفتن پلوی خانم اشرف پهلوی، خیلی طبیعی، مثل اینکه مثلا دوستمه، خالمه، مثلا دوست بزرگتره، دوست مادرمه دارم با من حرف میزنه، اینجوری خیلی راحت حرف زدیم، اونم خیلی راحت حرف زد. بعد وسطاش خندیدیم با هم. گفت قبل از اینکه بیای پهلوان چی گفتن به؟ گفتم بهم گفتن خیلی خطرناکی. گفت خندید خودشم، کار زدی اینطوری میگن دیگه خالصه. بعد رفت بالا بالا، بعد به یه جایی رسید که بهش یک پیشنهاد کرده که بیا کار روزنامه نگاری رو بذار کنار، بیا در فلان اداره و در اونجا کار کنی، راه تا وزارت بازه، یعنی وزیر مثلا اون وزارتخانه مربوطه میشی که در داره تشکیل میشه. ولی چون گفت نه من کار نویسندگی رو بیشتر دوست دارم. یعنی منظورم اینا که گفتم، یعنی آدمایی هستن که قدیمی هستن، توی این کار قدیمی هستن. منم قدیمی ام ولی تو کار روزنامه‌نگاری قدیمی نیستم، ولی اونا قدیمی ام. بنابراین من اونجا که مقاله می‌نویسم، خب مقاله که می‌نویسم، من زندگیم اینطوری دیگه، از صبح ساعت 5 که پا میشم مطالعه و نوشتن و ساعت 9 میرم سر کار، 9 سر کارم تا 4 بعد از ظهر، و باز که میام خونه، خب یه برنامه تلویزیونی دارن، یا بازم میشینم بازم مطالعه میکنم، بازم کار میکنم، تا آخر شب هم مثلا یه اخبار تماشا کنم، زودم میخوابم، چون طبیعی است اگر من دیر بخوابم دیگه صبح نمیتونم بند صبح پاشم، و اگرم پاشم سرحال نیستم و نمیتونم مطالعه کنم. آدم وقتی سرحال نیست یه چیزی میخونه نمیفهمه، مجبور دوباره بخونه. وقتی سرحال باشه یه چیزی میخونه، انگار با تمام وجودش اون رو جذب میکنه. حالا من مقاله نوشته بودم، اون مقاله رو اومدم خوندم و آقای رنجبر گوش میدن، گوش دادم به اون نوشته، و خب خیلی ممنونم از آقای رنجبر، ایشون آدم دیپلمات بودن، آدم بسیار شریفی هستن، تحصیل کرده هستن، و خب من به دوستیشون، با وجودی که دوست جوان من هستن، به دوستیشون افتخار میکنم. ولی من نتونستم اینجا منظورم بگم، من منظورم این نبود که از این دین به اون دین برو، نه، من منظورم بود که برای دین ها فلسفه‌ای دارن، یه قانونی دارن، یک راهکاری دارن، درست؟ این راهکار دین ها، این قانون ها، دین و ایدئولوژی بگیم، این ایدئولوژی های مختلف که در کشور ما، حالا مثلا فرض کنیم که اگه به این مثلا کشور برزیل، ممکنه در تاریخش یه دین های بموده که من اصلا اونها رو خبر ندارم، ولی ما از کشور خودمون خبر داریم. دین هایی که در کشور ما بوده همون مهرپرستی و میترائیسم بوده، بعد زردشتی بوده، بعد بودایی بوده، بخشی از کشور باچرخ بودایی بودن، بعد مثلا فرض کنید که افشین اون قهرمان سردار بزرگ ایران بودایی بوده. خب پس گفتم میترائیسم، زردشتی، بودایی، بعد مانوی بوده، بعد مزدکی بوده، بعد خب طبیعی است که یهودی بوده، طبیعیش مسیحی و اسلام هم بوده، باهایی هم که این تقریبا این کمتر از 200 ساله که به وجود اومده. خب در بین این دین ها اگه این ایدئولوژی اینا رو نگاه کنیم، ببینیم ایدئولوژی زردوش اصلا بهتره، برای که زردوش اصولش اینه که آبادسازی، داد یعنی عدالت، دهشمندی یعنی بخشش کن، بزرگواری کن، شادزیستی و جنگ با بدی ها. خب مثلا در دین بهائی هم همه چیزش خوبه، منتها جنگ با بدی ها رو نداره.
یعنی اگر مثلا در ایران یک هیئت 9 نفره 7 نفره 5 نفره باهایی میگیرن میکشنشون، باهایی واکنش نشون میدن، در حالی که باید جمع بشن. اینا تشکیلات بزرگی دادن، باهایی ها تشکیلاتشون از تشکیلات مجاهدها سازمان یافته تره، منطقه تو خونه خودشونن، نمیان جمع بشن در جمعی یه جایی تدارد. میتونن باهایی ها همه بگن امروز میریم جلو سازمان ملل، میتونن انقدر آدم از شهرهای مختلف کشورهای مختلف بیارن که اونجا 50,000 نفر آدم جمع بشه از ایرانی و غیر ایرانی، و بگن چرا این چند 5 نفر در ایران گم شدن، چرا این مغازه ها رو توی ارومیه بستید. در ارومیه یه تعداد فکر من 25 واحد صنفی باهایی رو در ظرف همین روزهای اخیر، یعنی در همین یکی دو ماه اخیر بستن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که باهایی ها یک تعطیلی های خاصی دارن. مثلا یه روزی هست که تعطیل باهایی هاست ولی تعطیل دیگران نیست، اون روز رو مغازه رو تعطیل کردن. از طرف صنف میان میگن آقا این روز قرار نبود مغازه شما تعطیل بشه، میگن آقا ما چون باهاییم این روز روز مقدس ماست، نباید کار کنیم، تعطیل کنیم. من قانوندان نیستم، حقوقدان نیستم، هیچی در این مورد نمیتونم بگم آیا باید مقررات صنف عمل بشه یا مقررات مذهبی عمل بشه، ولی برحال گرفتن بستن. هیچ کسی نمیگه که چرا 25 تا واحد صنفی رو پلوم کردید، مهرموم کردید، چرا چرا برای چی؟ حالا اینکه مغازه‌شون رو بستن، کشتنشون، ادعایی رو گرفتن اصلا از مثلا از همون هوایی که به رژیم اسلامی اومده، ادعای زیادی باهایی گم شدن، اصلا هیچ کس نمیدونه اینا کجا هستن، هیچ وقت اینا جمع نمیشن که برن اعتراض کنن به وجود اونا. پس بنابراین جنگ با بدی‌ها تو وجودشون نیست. خب این نقصه، این دین یه نقص داره که جنگ با بدی‌ها توش نیست. دین مسیح هم همینو داره، این وقت زدن این وقت هم بگی بزنن، این وقت من صورت من زدن ممکن بخواد منو بکشه، از اینجا شروع کرده، من بگم این وقت من بزن. تمام شما کتاب انجیل رو از اول تا آخر بخونید، من چندین بار خوندم انجیل فارسی رو، چندین بار خوندم. مثلا فرض کنیم که یه نفر گفتش که عیسی من میخوام بیام تو تواریون تو بشم، یار تو بشم. عیسی گفت اول همه ثروت تو بفروش بعد بیا. اصلا ضد ثروت، ضد کاره، ضد آواسازیه. موسی همینطور، موسی وقتی میخواد از پلو فرعون بیان بیرون به قومش، من اصلا نمیفهمم این موسی چجوری قراره. اگه قومش برده بودن که برده ها که توی همون خونه هایی که مردم دیگه هستن زندگی نمیکنن، یه جای خاصی دارن دیگه، ولی میگه که هر کدوم یه شب یه دونه گوسفند قربانی کنه، برده گوسفند داره برده. بعد میگه که حالا میخواید از شهر فرعون بیاید بیرون، برید از هر کدوم از همسایه‌تون یه چیز قیمتی قرض بگیرید. والا من نمیدونم این جوانای یهودی اگه این کتاب رو میخونن و بعد دوز نمیشن، خیلی واقعا آدم های بزرگی هست. یا مانی میگی که خدا یه فرشته به من فرستاد گفت گوشت نخور، شراب نخور، با زنان نزدیکی نکن. مفهومش چیه؟ مفهومش این باره هر جا شب شدن اونجا بخواب. مزدک هم گفت در انبار گندم مردم رو وا کنید، قسمت کنید بین مردم. بعد هم گفت خب زنم اگه زیاد دارن، یکی تانی زن ندارن، از اونا هم استفاده کنید. آنچنان بربچه رو وجود آورد در عرض اون 20 سالی که قدرت داشت که انوشیروان، پدر انوشیروان قباد، خودش به مزدک گروید، مزدکی شد. ولی مهستان یعنی اون شورای انتخاب پادشاه، اون شورا قباد رو از پادشاهی عزل کرد، برادرش رو پادشاه کرد، قباد رو زندانی کردن، باید معمولا میکشتن ولی زندانی کردن، مثلا خسرو پرویز رو از پادشاهی عزل کردن و بعد کشتنش، ولی قباد رو زندانی کردن. قباد رو که زندانی کردن، قباد از زندان یه جوری فرار کرد، دوباره پادشاه شد. یه نبی که پادشاه شد به مزدکیان زیاد محل نذاشت، بایشون نزدیکی نکرد.
اما انوشیروان که پسرش بود تصمیم به قتل مزدک و همه یارانش برگرفت و همه رو کشت. اما تو بعضی میگن که بدکاری کرده کشته. ببینید جنگ بابریها بخشی از باورهای زردشتی. اگه یک کسی اومده به نام مزدک که یک تبلیغاتی میکنه، این تبلیغات مردم رو به درویشی و کار نکردن و مفت خوردن تشویق میکنه، خب این کشور رو از محصول محروم میکنه، از ارتش محروم میکنه و آماده میشه که برای خطر و غارت و اگر گودون بیگان آبیاد همه چیز بگیرن. خب این بدیه. انوشیروان در روال جنگ و بدیها مزدک و مزدکیان رو کشه. حالا ببینید آقای درویش هیچ کتابی همونطور گفتم از آسمون نیومده، هیچ پیغمبری از جانب خدا نیومده، هیچ پیغمبری. خدا اگه بخواد به من یک چیزی بگه به خودم میگه. خدا همونطور که توی ذهن مادرها یک محبتی نسبت به بچه گذاشته که مادر جونش میده تا بچه نجات بده، همون حالت رو میگفت به همه، میگفت هرچی بعدی بچه بود میگفت. اما بعضی آدم ها جناب درویشان، بعضی آدم ها سرشتشون طوریه که احتیاط به یک چیزی ماورالطبیعی دارن. ماورالطبیعی وجود نداره، اما مردیم تموم شد. اینکه این دنیا سختی بگیش اون دنیا برات خوبه، اینا کلکه، اینا حقبازیه، اینا دروغه. این دنیا سختی کشیدی مردی تموم شدی، اون دنیایی نیست که چی بگم. بقول یارو میگه که اگر میخواست از خاک در بیارت، اگه میخواست تو رو خدا از خاک در بیاره چرا کرده تو خاک؟ خب سالم دیگر نمیذاش مریض بشی، نمیذاش پیر بشی بمونی دیگه، کرده تو خاک دور درت میاره. مگه کباب هم که داریم تو آتیش دور درش بریم؟ اما بازم تکرار میکنم، بعضی از اول چجوری بود؟ از اول انسان ها توی وجودشون یک نیاز و ماورالطبیعه پیدا شد، از سر نادانی و از سر ترس. خورشید گرفته شد، این خورشید داره میره، یک کسی اومده خورشید میخوره، یک حیولای اومده خورشید میخوره. ما این کار نکنیم خورشید بخوره چی؟ شب میشه، ما دیگه همه چیزو باید دست میدیم، نه کشت داریم نه زراعت داریم. پس خورشید گرفته باید یک کاری بکنیم. من یادم بچه بودم پدرم خورشید گرفته و به من قابلمه داد، گفت برو پشت و با ملاقه بدم این قابلمه. من رفتم اون چنان تخت 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 دارم و خلاص خورشید بعد یه مدت دیگه اون رفت. خورشید گرفته همیشه موقت داریه. بعد کردم من همچی اپلای نرمو میمانم پایین، اینگار من مثلا اون حیولا رو با این قابلمه که زدم فراری شد. خب دیگه مثلا نادانی، اگر نه الان جدول حساب میکنن دانشمندان منجمین حساب میکنن که در مثلا 5 سال دیگه مثلا در مناطق شرق سیبری یک کسوف کامل اتفاق میفته، یعنی خورشید کاملا میره شب میشه، و در فلان مناطق کسوف نیمه میشه، یعنی خورشید نصفش تاریک میشه نه همش تاریک بشه. حساب میکنه همه رو میگن. کسی بود منجمه پادشاهی بود نجوم میکرد، پادشاه میگه این همه نجوم میکنه چه فایده داره؟ وزیرش که همون منجم بود گفتش که حالا من بهتون نجوم میدم. همه توی یک حیات بزرگی جمع شدن. این وزیر به پادشاه گفتش که من از اون بالا گفتم یک قابلمه دیگه بزرگی رو بندازم پایین، شما نترسید. چون که این وقتی قابلمه دیگه بزرگ از اون بالا انداخت پایین، همه مردم وحشت در کنون یه گوجه فرار کردن. گفتم این قربان اگه اینا میدونستن که لیکه داره میفته اینقدر فرار نمی کردن که، چون نمیدونستن یه صدای مهیبی شنیدن چون کنن فرار کردن. نجوم اینه که ما میفهمیم چه اتفاقات میخواد بیفته، ما میفهمیم که خورشید کی گرفته میشه و یا ماه کی گرفته میشه. ما این وقتی فهمیدیم دیگه نمیترسیم، اما قبل میترسیدن. تگر که میومد میترسیدن، آخی چه اینه چه این گولا چه میاد آسمون. زلزله میشد میترسیدن،
آتش فشان میشد میترسیدن. خب وقتی میترسیدن در نشه همونطور که من گفتم رفتم پشت اون مخابره دادم تا خورشید گرفتی تموم شد. اونام یه کاره میکردن، یه سری هم شیاد بودن از این نادانه اینا سو استفاده میکرد، میگفتن تگر میاد الان من یه کار میکنم تگر میره، همه دیم این هرچی من میگم بکنید. آره دستاتو میکنه میگه اینجوری کنید با با اینجوری کنید بی بی سر دفعه اینطوری کنید. خب بالاخره تگر که تموم میشه دیگه، یه دیدی گفتم تموم کردم من باعث شدم تگر تموم شد. حالا یه مرغی بچه گوسفندی تعداد تخمرغ یکی به همه یکی بهش میدادن دیگه، اونطوری میشد ملا پیدا میشد، جادوگر پیدا میشد. ملاها در هر دینی بدن، اگر ملای خوب باشه نادره، اکثریت اینه که اکثر ملاها بدن، چه زرتشتی باشن چه مسیحی باشن چه مثلا فرض کنیم که دینایی باشن. البته این پاپ فرانسیس از اون استثناهاست، همین نمیخوام تو کار ازم بگردم شرم زر صدا را بدیدم. همین تقریبا دو ماه پیش گفت دیگه کلیسا به جهنم اعتقاد نداره، گفت دیگه کلیسا به جهنم اعتقاد نداره، برای که وجود جهنم مانع این که خدا رو ما با لطف و محبت ببینیم. اگر خدا با لطف و محبته چه جهنم خلق کرده؟ در حالی که ما مسلمان هر روز میگیم خداوند بخشنده مهربان بسم الله الرحمن الرحیم، برمی این جهنم یک آتیش هایی که چاویل داره که اون تو بری دیگه اصلا از بالا و پایین آتیشه، من نمیم همه چی آتیش بوده. آخه آتیش که آدم میسوزونه تمام میشه که میمیر آدم دیگه. میگه نه، وقتی پوست میسوزه خدا دوباره پوست نو میاره دوباره میسوزونه تا دوباره درد بگیره. بابا این چه شکنجه‌گریه که شما توصیف کردید، ما رو میفرسته برای تو. حالا برای برگرده به بحثم، یک عده توی وجودشون هست که باید به ماورا طبیعه اعتقاد داشته باشن، در حالی که ماورا طبیعه وجود نداره، ولی اینا نه وجودشون ناقصه، ولی یه مردم وجودشون کاملتره، احتیاجی ندارن که بکنن یه خدای اون بالا نشسته و این کار میکنه اون کار میکنه. بعد یا وجودشون به اون مرحله کمال نرسیده، احتیاج دارن که یک چیزی خدایی باشه بگن خدا اینطوری خواسته خدا اونطوری خواسته. خب اینا که میخوان این کار بکنن، خب زردوش که قبول کنن اهورامزدا اینطوری خواست، ولی با یک خوبیای آبادسازی، داد، دهشمندی، شادیستی، جنگ و بدی ها. اما اگر هم اینهایی که طبیعتشون و یکم گفته میدم یه دکتر روانشناسیه استاد دانشگاه میگم اگه مینوی اگه خدا نم نیست، پس من به بچم بگم کی تو رو خلق کرده، به بچم بگم بدی بکنی کی عصبانی میشه، من باید خواهی یه چیزی بگم به بچم بیه. گفتم بگو اهورامزدا تو رو خلق کرده، اهورامزدا اگه کار تو بدی بکنی اون اهورامزدا عصبانی میشه، بلکه این میخواد یه چیز داشته باشه، من اگه اهورامزدا رو بهش ندم میره دنبال الله که بره وقت میره دنبال قرآن، بعد دنبال قرآن که بره. بعد ما ایرانی ها چجوری مسلمون شدیم؟ به دست آقای عمر شکست خوردیم در جنگ، یادگیر سوم سردارش رستم فرخزاد از فرمانده سپاه عرب سعد بن ابی وقاص در منطقه‌ای به نام قادسیه شکست خورد. بعدم جنگ‌های دیگه، بعدم ایرانی‌ها 200 سال با عرب‌ها جنگیدن. کتاب دو قرن سکوت یعنی دو قرن جنگ رو میگه، دو قرن جنگ ایران با عربا کشید تا اینکه به هر حال خودشون از زیر یوغ عربا نجات دادن، چون مسئله اسلام نبود که، مسئله این بود که بودن شما محاکم شماییم. حال بعضی اسلام رو پذیرفتن،
ولی اون اسلام فرضیه اون تو چرا تو میخوای بیای تو کشور ما تو حکومت کنی؟ ما باید خودم تو کشور خودم حکومت کنم. پس بنابراین جنگیدن با سلطه عرب ها، دو قرن جنگیدن با سلطه عرب ها و در این دو قرن بالاخره این نتیجه رسید بعد از افراد بسیار زیادی از جمله مثلا بابک خرم‌دین و بسیار زیادی که جنگیدن و کشتن و اینا، بالاخره یعقوب لیث صفار اومد و گفت من میرم خلیفه رو میکشم و رفت تا نزدیک بغداد. یک عده از غلامان به هم پیوسته بودن، شورش کرده بودن، یک هجوم، یک به اصطلاح قائله مثل کار گلادیاتورها در زمان اسپارتاکوس را انداخته بودن، غلامانی که با هم جمع شدن، منتها اینا بهشون گفتن حرامیان، چون غارت میکردن، تجاوز میکردن. اون فرمانده حرامیان به یعقوب پیغام داد، گفت تو از این طرف داری میای، از شرق میای به طرف بغداد، منم از غرب میام به طرف بغداد، دوتایی همه رو میکشی. یعقوب گفت نه، من خلیفه رو قبول ندارم، تو هم قبول ندارم، تو داری حرامیگری میکنی، تو داری به همه تجاوز غارت میکنی و این کار درست نیست، من اگه بغداد میگیرم با تو هم میجنگم. برحال مریض شد و مرد دیگه. در همون روزا خلیفه هم برایش پیغام فرستاد که بیا صلح کنیم. یعقوب علیه گفت بریم بخچه منو بیارید. یه بخچهش آوردن باز کرد، گفت ببین این توش یه نون یه پیازه، من غذای من نون و پیاز بوده، الان اگه من شکست بخورم این نون و پیاز برای من پیدا میشه میمونم، اما اگر نه فردا من با این شمشیر به مصاف خلیفه میرم، که متاسفانه در اثر بیماری جانش از دست داد دیگه. ولی خب دیگه استقلال یه کاری که یعقوب رئیس صفار کرد، یه کار خیلی مهمی کرد، این بود که اومدم برای شعر گفتم به عربی، گفت با وجود عربی میدونست یعقوب رئیس صفار عربی رو خوب میدونست، مطابق شعره گفت از این با این زبانی که شعر میگی من نمیفهمم، چرا برای من میگی؟ ما باید وقتا به نبه هم میرسیم شروع میکنم انگلیسی هم شدن، ما خب میدونیم اینا فارسی هم بدن، نمیخوام فارسی هم شدن، ما میگیم مثلا فرض کنیم یا مثلا میگه ویندو، میگم آه کجا بودیم، بودیم بریم کجا، اون فرض میکنم من ویندو رو نفهمیدم، فکر کردم دویدنه، بعد در نشی یواش یواش شروع میکنه فارسی هم شدن با من و من این کار میکنم که اون فارسی یادش نره، یاد چون پدر مادرم دیگه اینقدر چی شدن که با بچه هاشون انگلیسی هم میزن. ما 6 تا نوه داریم، 4 تاشون فارسی خوب بلدن، 2 تاشون بلد نیستن، حالا اونم دلیل داره که دیگه از برنامه این مقال از اینجا نیستش که. خب من یه سری سوالا داشته بودم، 72 تا سوال. این سوالا رو دفعه پیش من در این برنامه در مردم تیوی تا شماره 13 خوندم، حالا از 13 ببینم تا چند میرسیم بخونیم. میخونم ببینیم تا چند خیلی بسیم بخونیم ببینم درست میخونم دیگه. از سیزده باید بخونم تا آخر. از سیزده آقای محمد گفته است در بهشت خویی ها یعنی زنان زیبا و قلمان یعنی پسر بچه های مفعول برای مردم وجود دارند، چرا فرشته های مذکر و زیبا برای زنان قرار نداده است؟ یعنی اگر بناس پاداش بدن، خب وقتی به مردا
میخوام پسر بچه، میخوام پسر بچه میدن، زن خوشگل میخوام، زن خوشگل میدن. خب زن ها تکلیفی چه مقاعدش اینه که برای زن ها به این فرشته های خوشگلی هستن که برای تعطیل میدن دیگه، چرا برای زن ها نذاشته؟ حالا آیا تنها به شمشیر مردان آدم کش نیاز داشته؟ آیا اگر برای زن ها فرشته مذکر میگذاشت مردان شمشیرزن عیرتی میشدن؟ 14 از مردم مصر تنها فرعون با موسی مخالفت کرد. چرا خدا فرزندان مذکر اول همه مردم مصر و همه چهارپایان را کشت؟ میدونید در تورات هست که وقتی که موسی با فرعون عصبانی شد، فرعون نمیخواست بذاره قوم موسی از اون شهر برن بیرون، اول میگفت برن، بعد میگفت نمیذارم برن. بعد که میگفت نمیذارم برن، خدا همه اولزادگان نر، اولزادگان نره انسانها و همه ایوانات رو شد. خب چه تقصیر داشتن اونا؟ از واقعا یه فیلم موسی هم همه اخیراً هفتش ما پیش نشون داده، خانم گلچیفته فرانی هم زن موسی بود. خب چرا این تو آن خدا؟ حالا اول اینکه فرعون اگه مقصر بود، بچهش که مقصر نبود که، تو میخواستی بلایی سرش بیاری، سر فرعون میاری، چرا بچهش کشتی؟ حالا بچهش کشتی، چرا بچه های پسر همه قومو کشتی اولی ها شو؟ پونزده چرا همه آبزیان را کشت؟ آخه میگن که آبها رو به خون تبدیل شد، همه ماهی ها مردن. خب ماهی ها چه تبدیل داشتن؟ اگر خدا برخی از انسانها را خوب خلق نکرده بود، چرا آنها را اصلاح نکرد و به خاطر نقص کار خودش در خلق آنان، آن آدم ها را در طوفان نوح غرق کرد؟ میدونی چی این سوال چیه؟ سوال اینه که اگر خدا مردمان رو خدا میاد به نوح میگه که ای نوح، من این همه مردمی که خلق کردم بدن، میخوام همه رو بکشم، فقط تو خانوادت خوبی، شما سوار کشتی بشید، بعد هر جفت حیوانم بگیرید سوار کشتی بشید. خب اگه خدا این همه مردم رو بد خلق کرد، چرا نیومد بگه ای عجب من کار بدی کردم، اینا رو بد درست کردم، اصلاحشون نکرد، چرا همه رو غرق کرد؟ خب من به پایان این برنامه رسیدم. جناب سوربی لطف کردم و من گفتم میتونی ادامه بدی، ولی خب نمیشه. بله تا آخر 16 اینا رو خوندم، تا آخر 16 یعنی دفعه بعد میام از شماره 17 رو از تو میخونم. 72 تا هستش این سوال، هر کس میدونه این سوال رو پاسخشو باید به من بگی، اگر نه اگر مسلمانه کدام گناه میکنه، چون در اسلام پرسش طلب فتوا واجب است، فتوا واجب است، یعنی هر کس سوالی میکنه اون شخصی که بالاتر بیشتر میدونه باید حتما جواب شده. جناب صحابی ازتون متشکرم که در اتاق فرمان برنامه کارگردان فنی کردید، از خانم و آقایونی که برنامه توجه کردن بسیار بسیار متشکرم. شاد و پیروز باشید.